آقا چیه اینقدر گریه میکنین؟ شما که به رضای خدا راضی هستین. حضرت سه مرتبه فرمودن اوف بر تو، اوف بر تو، اوف بر تو. یعقوب یه پیراهن آغشته به خون گوسفند براش بردن، میدونست که این خون یوسف نیست، انقدر گریه کرد کور شد. ولی من بدن بابامو پاره پاره دیدم رو خاک، من بدن برادرامو پاره پاره رو خاک دیدم، بدن عموهامو پاره پاره رو خاک دیدم، بدن عمه‌زاده ها و عموزاده هامو پاره پاره رو خاک دیدم. چرا گریه نکنم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. من امشب عمدن خیمه رو اینجوری گرفتیم که آره، من این صدا گریه خواهرها رو، نمک روزه است. امام صادق روزه میگرفتن، میگفتن به زنها، میگفتن بیاییم بشینیم برای جدم گریه کن. یعنی امام صادق واجب انگار میدونستن که مثلا گریه زنها رو توی روزه امام حسین. عظم الله اجورنا یا صاحب الزمان، عظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا للحسین والعنج ابتب الطاغوت واللات من الزایا وابنتی ما و اتباعهم بعدد ما احاط بهی. روز جمعه متعلق به صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم جان دستا بیاد بالا. یا صاحب الزمان بگین بگین بگین. آقای من یا بقیت الله. مفصل بخونم برای آقا. به بزم ماتم جدت بیا ابا صالح. شده نوای غم جدت ابا صالح.
به عشق چشم محبان سید و شهدا که ریخ در غم جدت بیا عباسا نه یه هزار و خورده ای سال گذشته هنوز خون گلوی حسین جوشم به حرمت دم جدت بیا ابا صالح آماده چقدر خجلت باباز کودکش سخته به عشق نم نم جدت بیا ابا صالح قصد اینجا رو نگاه کن به لحظه لحظه که بزانو کشان کشان آمد کجا کنار القم جدر بیا با ساله قسم بدم قسم به قربت شیب الخدیب کرب و بلا شیب الخدیب یعنی کسی که محاسنش این محاسن که به خون آغشته باشه شیب الخدیب یعنی خضاب کرده باشه به ذبح اعظم جدت بیا ابا صالح واویلا واویلا یکی لباس تنش برده و یکی دیگر رو بود خاتم جدت بیا ابا صالح دعای آخر او در میان گودالی چه داشت نموده زمزمه جدت بیا ابا صالح آقا جان امروز اما تو کربلا بردن عمر سعد ولد و زنا دستور داد کشدارو بذارین تو مسیری که داریم اسرارو میبریم به یه زجری دختر علی اینا رو سوار ناقه کرد چه ناقای ناقای بی محمل یا محملایی که پرده ندارد آدم که ناموس نداره چه میدونه ناموس یعنی چی یبن الاسن بیا و گریه کن بر یاسای نیلی زهرا آماده بیا روی کبود امه آیت را تماشا تو رو خدا رد نشید بیا و امه را
نامحرم بیا زنجیر از بازوی زین العابدین وا کن. الله الله الله. بیا از چشم سقاب تیر دشمن را برون آور. بیا زخم گلوی خشک اسقر را مداوا کچی گلی در کربلا گم گشت زیر خاک پیدا کن. یبنا سادات امروز همه جانتون اومد تو گودی قتلگاه. ای پیکر برهنه بی سر حسین من، آیا توی عزیز پیمبر حسین من؟ یه نگاه به سر تا پای بدن کرد، پیدا نمی کنم به تنت جای بوسه. یک بوس داداش جز جای تیر و نیزه و خنجر حسین. یه بار خواهرام گوش بده، یه بار بی بی با امام حسین ظاهرن تفت اومدن، پیغمبر داشت نماز میخوند جماعت، اومدن و پیغمبر تو سجده بود، امام حسین تو عالم کودکیشون رفتن رو شونه پیغمبر نشست. حالا زینب داره میبینه، من فقط میخوام ببینی زینب داره میبینه، کاری به هیچیش نداره. پیغمبر انقدر سجده رو طولانی کردن تا حسین اومد پایین، بعد سر از سجده برداشت. تا تموم شد اصحاب اومدن پیش آقا رسول الله، آقا چرا سجدتون انقدر طولانی شد؟ میگم فقط گوش بده، زینب داره میبینه من این حرفه رو که من دارم میزنم. دیدن پیغمبر فرمود اومدم بلند شم، جبرائیل اومد یا رسول الله بلند نشو حسین میفته. زینبم دید دختر علی اومد بالا تل زینبی، حواز جور مخالف چونیل گون گرده، عزیز فاطمه از از سرنگون. مولا تل زینبی یه صدا زد یا جدا بیا ببین حسینم افتاد. ای بر تنت
جواب سلام ده. از انجر بریده بخواهم حسین من. حسین برام سخت امونت داری، ترسم کشن دختر مظلومه تو. ولش کن حسینی آب، تا اسم قرآن خوندن میاد امام حسینی ها یه جور دیگه آه میگه. هر جای نفر قرآن بخونه احسن توش میگن، طیب الله بهش میگن، میبوسنش، احترامش میذارن. ولی از امشب هرچی آقا تو قرآن سنگ زدن، تو مجلس یزید چوب خیز. دختر علی اومد تو گودی قتلگاه، میخوام بمونم شب نمیزم، خولی بچه ها رو میزم. هرمله 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 بین زنان قافل سالار شده. آماده حسین تو کس و کار منی، شم جلو دار. یادتونه دیشب گفتم بعضی شعرها رو وقتش بخونی یه طعم دیگه داره. یکیش اینه، امروز غروب. چون چاره نیست میروم و میگذارم، ای پاره پاره تن به خدا میسپارم. جانم 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 من کدوم روزه امروز بخونم؟ از دیروز بیشتر روزه دارم. اونایی که رفتین کربلا دفعه اول، دفعه اول مخصوصا دیدی رفتی کربلا، دفعه اول اینجوری ها، دفعه بعدی یه ذره کمتر میشه. تا حالا شده کربلا از دفعه اول که رفتی کربلا رو یادتون بیاد؟ اونام که نرفتم میرین میفهمین چی میگم. دفعه اول که کربلا میخوای بیای بیرون هی میترسی، میگی من دیگه نمیبینمش. چی به روز دختر علی اومد؟ امام سجاد و اول کاری که کردن نامردا برا بی‌حرمتی مثل غلاما سرشو تراشید. آقاتون رو به یه شطر لنگ قل و زنجیر کرد. خدا رحمت کن عاشق جعفر مجتهدی. میگفت میگفت این شطورا دور یه شطور سفید حلقه زدن، شروع کردن یه صدایی، اومدن به امام سجاد گفتن آقا اینا چرا اینجوری میکنن؟ فرمود اون شطور سفید بزرگ این شطور هاست، داره میگه هرچی هم زدنتون یواش برید، اینا زن و بچه پیغمبر. شطور ها فهمیدن اینا زن و بچه پیغمبرن، هر مله نفهمید، زج نفهمید،
شمر و اخنس و سنان نفهمیدن. یه وقت بیبی اون به کلثوم دوید خدمت بیبی زینب. زینب جان برس به داد زین العابدین. چی شده؟ الان که جون بده چرا نمیدونم. عمه جان تو زینب سری دوید میشه آقا که به شطور بسته بودنش دیدن الان که قالب توی کنه. عزیز برادرم چی شده؟ امام من چی شده؟ فرمودم عمه جان دارم میمیرم. چرا؟ عمه نگاه کن ببین کشتاش رو قصد دادن کفن کردن نماز خوندن خاکشون کردن. میگن اینا مسلمونن اما نگاه کن بدن بابام رو خاکم. ایدا رفیقا روز سنگین تر از این ندارم بخونم. یکی یکی دختر علی زن و بچه رو سوار مرکبا کرد. محملا که پرده نداشت. می فرمود با همین مجرای خاکالوده روتون رو محکم بگیرید. اینا فکر نکنن ما عباس نداریم. همه رو سوار کرد. همه رو دورو برو نگاه کرد کسی جا نمونده باشه. نگاه کردید رباب یه گوشه وایساده. صدا زد عروس مادرم بیا بیا سوارت کنم. صدا زد بیبی من سوار شم کی شما رو سوار کنم. ای جونم ای جونم ای جونم. صدا زد رباب خجالتم این که نتونستم بچه تو برگردونم. بسم بیا سوار شو عزیزم. رباب اطاعت کرد سوار شد. حالا همه لشکر ایستادن. اون خانومی که با اون جلال و جبروت از ناقه می اومد پایین و سوار می شد حالا می خواد چی کار کنه؟ با تن شم گفت که ای دختر علی ای شاه باز بالو پری داشته چه شد؟ ببین بدتر از این صحنه صحنه میاد تو ذهنت. دیدن دختر علی آروم آروم اومد با همون قل و زنجیر به دستش بسته. آروم اومد رو به القمه ایستاد. صدا زد خوش غیرت خیز و نگذار که ما را به اسیری ببرم. آخه من جزرایی بازار شدم بیزارم. خدا رحمت کنه آقا سید جواد ادامه شو اینجوری میگفت. میگفت یه وقت لابلا گریه کردناش دید یه نفر دامنشو گرفته. نگاه کردید سه سالم
هی میگه عمه بیا خودم برات رکاب میگیرم. اینا فکر نکنن که زیرو نداری، ای غریب حسین. رفیقا هر منزلی رسیدن زینب میشمرد یکی کم بود. یه وقتی این زن و بچه، بابا زن و بچه، زن و بچه، امام باقر 4-5 سالش تو کربلا، زن و بچه، یه مش زن یه مش بچه. بابا تو چه دلی داری اینا را کنار کشته آورده؟ میگه تا چشمشون به این کشته افتاد خودشون از بالای مرکبا رو زمین انداختن. دوباره زینب یکی یکی زواره شد. یه جمله به قصد فرج بگم و هرچی ناله دارید را کنید، همه اومدن کجده آجون رو بغل کردن، رباب نیومد. آخه هرچی گشت گفتن رباب نمیاد. صدا زن من بچم و خاکش کردن کجده خیلی. انگار رباب خبر نداری چه کردن. این غریبم حسین. مردای چنگ بزن و گریه کن. به امام رضا قسم دارم میخونم، قسم دارم میخونم به پیغمبر، به آقام امام رضا قسم. فقط گفتم زنو بیان تو خیمه برای همین، یعنی دردم همین بود. فقط صدا گریهش این شبا کم میومد از اون بچم دور بود، گفتم رضا بیان اینجا بشنم و صدا گریهش رو بشنم چند دقیقه عقده ها دلمون خالی بشه. من اصلا فقط به امام اینا رو برای شما نمیام، یه روزه دوربین نمیذارم که شما راحت باشی، خودم راحت حرف بزنم. من فقط موندم دیشب تا حالا خواب به چشم زینب اومدن یا نه. همین بعد خبر دارین که دیشب سر امام حسین تو تنور بود که بخونم براتون بازم. ها خوله زنش محب علیه، دیروز غروب با یه نامرد دیگه سر آوردن کوفه برسونن به عبیدالله. نیمه شب رسیدن رفیقا، گذاشت صبح بره وارد خونه خاص بشم در میزد پریشون. زن خوری گفت چیه مگه سر آورد اینجوری در میزد؟ خبر نداری چه خبره. نگاه به زنش یاد صاف رفت تو مطبخ،
کجا من این سر رو بذارم، سر رو گذاشت تو تنور خور. زن خونه میگه نمیدونم چرا دیدم شراسون شدم، نیمه شب از کردم یه نوری از یه جایی میاد، نگاه کردم دیدم از مطبخ، نکنه تنور رو خاموش نکردم یا هیزم اجاقم دوباره گر گرفته. میگه بلند شدم اومدم، آی گریه کنا ناله زنا. میگه دیدم نور از طرف تنور، خدا من خاموشش کردم، در تنور رو برداشتم، دیدم یه سر بریده. میگه یه وقت از حال رفتم، نمیدونم خواب بودم یا بیدار، دیدم سقف مطبخم باز شد، از آسمان سه تا هدج اومد، چند تا زن پیاده شدن زیر بغلای یه خانومی رو گرفت، دیدم داره میاد سمت تنور، سر و بغل گرفت. حسینم من بی وضو موی تو را شانه نکردم، حالا به دنبال سرت باید بگم. اگه تو زین منی زینبت کن، روز نمیخواد تنی که سر ندارد، قربانان آقا که انگشتر ندارد، یک جای سالم بر همه پیکر ندارد، جایی برای بوسه من بی وضو موی تو را شانه نکردم، حالا به دنبال سرت باید بگردم. دلم نمیاد به امام حسین، به خدا اصلا زنده ایم برای گفتن همین حرفا، زد شما برای گریه کردن و آه کشیدن. فردا بی بی رو میارن کوفه، فردا امام سجاد بدنها رو خاک میکنه. به بنی اسد فرمود، بنی اسد مرداشون میترسیدن بیان، مرداشون میترسیدن بیان، گفتن حکومت یهو لهمون میکنه، نابودمون میکنه. زناشون بلند شدن اومدن، گفتن پسر زهرا، به غیرتشون برخورد اومدن. ولی نگاه کرد فرمود بنی اسد آیا کفن داریم؟ گفتن نه آقا، ما فقیرتر از این حرفای ما. فرمود آیا حسیر دارین به من بدین؟ یه خط هرچه ناله دارین زن و من، زیر انداز مردم صحرا. کفن شاه بی کفن شده بود،
مگر کسی که کشته شد تنش برهنه می کنم. یادم کربلا بودم، یکی اومد جلو پدرش مریض، پدرش رحمت خدا را اومد جلو گفت من دفعه اولم میام کربلا. معلوم بود اصلا از ایناس که تازه مثلا فقط به عشق امام حسین اومده، نه مثل من مدعی بود نه چیز. گفت من دفعه اولم اومدم کربلا. گفتم خوش به حالتون، برای ما هم دعا کن. گفت آقا میشه به من بگی قبر علی اصغر کجاست؟ گفتم که گفت قبر علی اکبر هم بهم بگو. گفتم تو همون زری امام حسین. گفت آن همشون یه جان؟ گفتم نه، علی اصغر رو سینه امام حسین. یعنی هنوز داره براش لالایی میخونه، رباب خیال تقواجه، جای علی خوبه. خودتون باش، نه هر روزه دلتون خواست. ببین هنوز زج دنبال سه ساله نرفته تو بیابون، هنوز کسی سنگ به سرها نزده، هنوز سنگ به سر ناموس علی نزده. خیلی روزه است، من بخوام بگم هنوز سه ساله گوشه خرابه نرفته. این غریب هم من روزم رو خوندم بیشتره. من یادم نیزه همچین وقتی مثلا روزه خونده باشم، یالا هرچی تو دلتونه میخوان گریه کنی خودتون گریه کن، فقط به همه فکر کنی که زن و بچهش الان کجان. همین بس، یالا همین بسته دیگه. رو فرش نشستی، اینجام چیزی نخوری رفتی خونه چیزی میخوری. از رقیه بخون چی بخون؟ خراب چرا گون امشب قناری غزل خون امشب دستامو بستم.
شب آخره تا اول روزا بود. بذار همینجوری برم جلو، همینجوری برم جلو. اهل حرم بیای یک دست گل بیاری قاسم کند عروس، عروسیش از خون سرش حنا شهید کربلا. خب شب بعدش میگفتیم علی لای لای علی لای لای علی منی که جهان می کشد منتم را ز این مردم پس منت کشیدم. حسین میگه زدند و بریدند و با خود نگفتند برای تو شش ماه زحمت کشید. شب بعدش چی میگفتم؟ جوانانه شما بخونین اونا به جا خواهرای سجده بزن، زنا که عبا رو ندیدن چه خبر بود. من عاشق علی را یعنی زنده ایم دوباره بشنویم اینا رو. ای اهل نیامد علم دار، یه بار دیگه بگین، یه بار دیگه ای اهل حرم حالا دم دوم خواهرام یا مردانه ساکت و فقط زنا بخونه. یا عرصه قبل اومد به جون و عرصه یک بار غریبی و اسیری جویم غم یار غم یار
غریبی و عزیزی چاره داره ولی آخر کشت ما را غم یار آخ غم یار و غم یار و غم یار غم یار و غم یار و غم یار هرچی بلد شده بازم کم ها یعنی من بگم بازم مثلا بگو چه خبر بود میگم خدا حافظ نه میخوام همه مرد روزه خوشن خدا حافظ خدا حافظ سایه میخوام بمونم این شب رو هر مل مستنا بچه ها رو میزنم که من راه بیفتم خدا حافظ خدا حافظ سایه این پرچم حرم امام حسین الهی اربعین رو گنبد ببینیش به حق امام حسین کاری براش نداره که ولی خدای پیاده رفته یادت باشه یه سه ساله بود آی زدم پیاده دو به شهر شام در هجوم نظر کند خنده هر مله به غم ما بگو آخر من چه چار کنم حسین جان بروی حسین جان یا بروی دار نگین سلیمان روزه تمام گشت ولی میرسد هنوز روزه تمام گشت ولی میرسد هنوز اینجا صدای ناله زهرا به گوش جان اینجا صدای ناله زهرا به گوش جان یازده شب وضعیتون میاد وضعیتون هم اینجا تک و توک اومدیم من خوشحالم به امام حسین که امام حسین قابل دونسته گذاشته براش بخونیم برای خواهرش آه بکش گرچه اصلا به تو نیازی نیست پای کار حسین اما باش پای کار حسین اما باش هدف از گریه خنده زهراست بی خیال ثواب عقبا باش اصلا اون کیف کنه مردم کیان بابا مردم اصلا مردم شام عروسی رو هم بخورن یکی میگه اینجور بود یکی میگه اونجور بود چی میفهمن عزا امام حسین کجا چه خبره چه میفهمن تو دل تو چه خبره
چه میفهمن تو دل تو که دست زن و بچه تو میگیری میان با موتور بلند میشیم میان این راه میکنی تو دل بیابون که دیگه میایم یه کسی بر کارمون داشته باشه تو دل بیابون به همه هم گفتم گفتم هر کی میدونه من همش روزم این چند روز همش روزم هر کی میدونه مثلا خدا نکرد یا مثلا من مریضش میکنم نیاد خب اینجوری گفتم بیه شما بگید اگه کسی بهتون گفت فلان سه بگو آقا تو که میدونی من رفتم روزه نه یا پیش منم پیش مردم نمیرم نمیشه به زینب طعنه بزنم منو تو طعنه نخوریم بعد طعنه ها که اون شنیده کجا این سوسول بازی ها که به ما بگن کجا اینا که طعنه حساب نمیشه که تازه هنوز به شام نرسیده به امام سجاد گفتن آه یه سوال داریم کجا بهتون سخت گذشت فرمود از شام گفتن آقا کربلا کشتن همه کس شما رو چرا میگین شام فرمود تو کربلا به بدن ما اهل بیت جسارت شد ولی تو شام حرمت ما رو شکستی از ساعتون رو بلند کنید من میخوام چند لحظه هم سینه بزنم وقت گذاشت ولی ببخشید ما دیگه آره وقت گذاشت ولی که چند لحظه هم سینه بزنیم که امام رضا انشاءالله به طلبتمون یا مشهد یا کربلا دیگه کربلا قسمت می دهم به ام بنین قسمت می دهم به ام بنین کربلا و نجف اربعین ما منت خودتو می کشیم اصلا ببری کربلا آقایی نبریم آقایی علی هوا ما رو یه جور دیگه داشته باش السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا همجور که نشسته بود منبر علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله لزیارتكم همه باب السلام علی شما گفتم یه روز بشه هم گذشته فردا تعطیل رسمیه تعطیل عمومی همه جا خاطر این داستان مریضی من نمیدونم اگه شما بخواید سینه بزنی من میخونم یا علی الهی امام حسین خودش یه نگاه ما کنه همیشه سینه زنش باشه ظاهر حرمه بچه ها بشنیم
کسی وای نست، همه بشین، همه بشین، به جز اینا که علم رو نگه داشتن، همه بشین، بچه ها بشین، ظاهر حرم. بنو 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 ماشاءالله ظاهر عقب یا بشو ظاهر حرم سینه زنیمونم گریه باشه.
خودش رو روی جسم حسین بی سرانداز اومد تو گودان نیزه ها رو کنار زد اما حسین رو نشناخت خودش رو روی جسم حسین بی سرانداز با گریه بوسه میزد رگای هنجرش رو میشنید با آزاری صدای مادرش رو صدای مادرش رو با لب تشنه کشتنه قریب گیرا بودنه رحمی نکردن به تنه قریب بگو چی شد پیروهنه قریب گیرا بودنه قریب گیرا اومد تو گودان خودش دیده یکی زره یکی عبا تو در می آورد یه نانجیبی اومد پیرهن پارت یه سهم بین گرداد اونقدر خمیده رو کش دیدم که با خودش برد انگشته رو با انگشت تو رو با نیزه می زدن قریب گیر آوردن ای کشته یه صد بارتن قریب گیر آوردن برات نذاشتن یه کفن قریب تا دم مغرب زدن قریب گیر آوردن تا قتلگاه کشیدن قریب گیر آوردن بگو چی شد پیراهن قریب گیر آوردن قریب گیر آوردن خودم دیدم که هر چی میخوای لفظ میخوای لفظ بزن من چی دارم خودم دیدم که برای سر بریدم ضربه ها شروع شد نفهمیدم برا چی تن تو پشت و روش ای دست و پا می زد و سن زینب صدا می زد و سن ناله ها می زد و سن زینب صدا می زد و سن
زهرا صدا میزد حسین، کاش بمیره مادره، لشگر ریخ روی سر، بگو چی شد چی را قریب گیر آوردن، قریب تو دوا بود، ناله کشیدم، سر تو رو بردم، دیر رسیدم، یه گوشه از گودال مادر رو دیدم، که رفته بودم ها، سر تو رو بردم، داله کشیدم، مادر رو دیدم، دیر رسیدم، دم مغرب از گودال رفتم، خولی و خوشحال رفتم، تو اولین امیر بودی که بین یک حسیر بودی، تو چشمه حیات بودی، تشنه لب فرات بود، خون تو رو مباح کرد، روز منو سیاه کرد، بعد بریدن سر تو حمله به خیمگاه کردن، انگار هنوز دارم دم غروب سر میبرم، انگار هنوز دارم کبوتر و پر میبرم، انگار هنوز دارم کبوتر و جلو چشای مادر تو، یه عده بی حیا رسید. من همیشه میگم بی حیا، از بی خدا بدتر، میتونی مسلمون باشی بی حیا باشی، از بی خدا بدتر، جلو چشای مادر تو یه عده بی حیا رسید، تو اولین شهید بودی، الله سرت رو از قفا بری، الانو یعنی براش نوحه کن،
نوحه کن نوحه الا نوحه الا خبردار شدم افول مسائل خبردارم که میری دیر راه خبردار شده کارم صبوری خبردارم که تو کنج تنور خبرداری که من میرم اسیری خبردارم به نیزه سر پیری خبرداری مرا بازار بزار همراه شد رو با هر مل بردن اون که تو رو کش دستام و بستام و بست مثل ابوالفضل سرم شکست سرم شکست مثل رقیه خسته خسته با دست بست با دست بست جلو چشای مادر رسیده از را دشمن میشینه روی سینه جفن کربلا وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین همه بخند بی جفن کربلا رفیقا شما لطمه بزنین همه رو بخونین همه رو بخونین همه همه مردا همه همه مردا همه بی کفن بخونین 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 زنا زجه حسین بزنین اینا حالا صداشون میگیره لطف بزن و میشنوید امتی المظلوم قلوبنا محزون
قلوب و نامحضوب امتی المظلوب قلوب و نامحضوب ناله بزن حسین بگو همه بشنن تو همین ناله زدن بشنن ابا عبدالله حسین ابا عبدالله حسین ابا عبدالله تموم شد یا علی این بچه ها گفتم بخونم یا علی ها علی یه سینه بر فرستا شما بخونه یا علی یه رفیق خدا
جونم گرب 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 خوشا دل که اگه نمیگی رفیق رفیق اگه تنها رفیق سینه بزن بزن بگو بگو آی جونم گرب 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 الهی کربلا بخونه من آخرش میاد چشامو حسرت زیارت کربلا رو مردونه اول فضلی ها یره کمه آماده یه زکر علی 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 ماشاءالله علی علی امام حسن حسن امام حسن به امام حسین گفت فرمود میدونی من کیو خیلی دوست دارم صدا زد کیو حسن جان فرمود هر کی برای تو گریه کنه امام حسن امام حسن امام حسن ها 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 برای امام حسن چه جور بچینی بزنید حالاش السلطان امام رضا السلطان امام رضا
از سلطان مرزا ماشاءالله دو دست دست بالا میزنه الله الله اجل ولی کلفر تموم شد خدایا یا علی و یا علی و یا علی لعن لعن عدو السلام عليك يا سيدنا الغريب يا من دفنه أهل القرآن السلام عليك يا مرمر بالدماء یا مقطع الاعضاء روزه تموم نشد روزه تموم من اگر گریه برایت نکنم میمیرم نه اینکه مردن که تو دل خاک باشی به مولام علی یه عمرم زنده باشی اصلا 3000 سال زنده باشی ولی برای امام حسین نتونی یه قطره اش بریزی همش از مرده بدتر آدمی که امام حسین دوست نداره چی کار میکنه چی داره دل خوشیش چیه من اگر گریه برایت نکنم میمیرم من اگر سینه برایت نزنم میمیرم من اگر ناله برایت نزنم دست خود پیش کس دراز مکن سائل دست های سبها باش علف هرز علف هرز هم اگر بودی در زمین حسین زهرا باش هدف از گریه خنده زهرا بی خیال سباب قباش نمک عاشقی به رسوایی با جماعت نباش و رسواش می گفتش یه آوا ما بجز این که دلمون میخواد به خاطر شما جمع بشیم ببین چرا تو این جمع و نیای امام حسین جمعت نمیکنه نه اینکه بگم تنها گریه کن نه اینکه بگی من تنها گریه میکنم کاری به این جمع و ندارم اونم خوبه ولی تا تو این جمع و نیای امام حسین جمعت نمیکنه چون وقتی تنها میشینی گریه میکنی فکر میکنی خیلی جا خبره ولی نه اینجوری نیست یا من خودم اون دل نه اینجا خودت یا خودش مردم زن و بچه امام حسین یادتون نرا ما که رفیقامون هم همینطورن تو اربعین حداقل لباس مشکی تنشون گیر ندین به کسی بگین چرا اینجوری چرا اونجوری چرا تو قبول نداری نه هر کیم قبول نداره دعاش کنه
صاحبمون تا دم آخر هر رو صدا زده، وهب نصرانی رو صدا زده، زهیر رو صدا زده. یه مسیحی بود، دکتر بود، پزشک بود، طبیب بود، تو این لشکر عمر سعد. اینا اومدن گفتن کسی جرئت نمی‌کرد بره که کار امام حسین تموم کنه. گفتم بذار ننگشو به جون نخریم. به این گفتم بیا. گفتن این که ما اومدیم به جنگش، یکی از دلیلاش اینه که عیسی شما رو قبول نداره. خنجر گرفت به دست، اومد دم گودال. یه وقت امام حسین چشما نیمه جونشو باها کرد، یه نگاهی بهش کرد، گفت برو این کاره نیستی. شمشیر کشید اون طرف، شهیده، جز شهدا کربلاست. تو که یه گوشه یه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. لابلا نماز خوندنتون یاد نماز خوندن حضرت زینب بیفت. نماز عشق نشسته نخوانده بودم و خواندم. قنوت بازوی بسته نخوانده بودم و خواندم. خبر داریم زنی زاشمیان تا کنون اسیر نبودم. ولی دعا به ناق نشست نخوانده بودم و خواندم. فردا ببینید چه روزیه فردا. قافله رو میارن تو کوفه، میارن مجلس ابن زیاد. اول جایی که سر ابو عبدالله تو تشته تو مجلس ابن زیاده. بیبی داشت خطبه میخوند، یعنی فردایی داره خطبه میخونه. به عمر ابن زیاد گفتن کوفه رو آشوب گرفت. گفت چی شده مگه؟ گفتن انگار با حنجره علی داره خطبه میخونه، ساکت نمیشه، هر کاری میکنه. صدا زد من ساکتش میکنه. داشت حرف میزد، خطبه میخون، نامردا من شما نامه ننوشتیم ما بلندشون بیاییم. یهو دیدن خیره شده به یه جا. صدا میزن عزیز دلم کجا بودی سه روز ندیدم. فردا بدنا رو امام سجاد دفن میکنن. این همه روزه کافی نیست برای مردن. مردم گوش کنید، خواهرام گوش کنید، آروم بشید. من رفقام یه ذره میخوان برای شام اون مردان آماده میشن، در یه حرفا میزنن، من یه زود آماده بشم. خواهرام برادرام گوش کنید، از شم نزدیکتر به امام حسین کیه؟ جسمن سینه به سینه امام حسین. خدا رحمت کنه، آمد پرورش خدا بیامرز. ایشون میگفتش که در اومد امام حسین بهش فرمودن که ببین همه این کارا رو کردی، رو سینم هم نشستی، الانم بلنشی شفاعت جدم رو برات میگیرم. نامرد صدا زد یه سکه سیاه یزید برای جایزه تو میارزه به شفاعت جدت. ننازی به خودت که فکر کن جای خبری، یا هیچ جا خبری نیست. خواهرام، برادرام، فکر نکنیم خودمون اومدیم روزه، فکر نکنیم خودمون آبرومون رو نگه داشتیم، فکر نکنیم خودمون کاره ای هستیم. نه، خودمون هیچ کاره ایم، هیچ کاره. هرچه هست در ید قدرت اوست. ولی امام حسین، من اینکه میام از امام حسین حرف میزنم، دارم میگم مردم من از امام حسین اینقدر فهمیدم. اون مرجع تقلیدش، عالمش، هر کی از امام حسین حرف بزنه، اون چیزی که خودش فهمیده رو داره میگه. امام باقر علیه السلام فرمودن زیاد به ما اهل به کنه و بنه ما فکر نکنید، دریا تو استکان جا نمیشه، فقط دوستش داشته باش. چو
چون آقات فرمو حل الدین و الا الحب و البغض، به خدا به امام رضا این زمین هم دلش تنگ میشه برای گریه کنه و ناله زنه، چه برسه به مادرش زهرا. تو خونه هاتون نشستین یه لحظه سر همون سفره سلام به امام حسین بدین، بگی ما میدونیم زن و بچت گرسنن ها، به قرآن اون اولش گفتم من اصلا موندم دیروز تا حالا خواب به چشمای اینا کدوماشون اومده هستن، من یعنی که از نا برن اینجوری خوابشون ببنه. تو این 11 شب من جرأت کردم یه حرفای زدم، ببخشه مادرش ببخشه، فقط به قصد فرج بود و ولا غیر. اگر سال دیگه زنده بودیم، اصلا اگه همین ایام هم زنده بودیم که خدا رو شد، اگه سال دیگه زنده بودیم انشالله بیان بگیم امام حسین پارسال یه جور دیگه بهت قول دادم، امسال یه جور دیگه اومدم، پارسال شما جمعم کردی امسال اومدم جمعترم کنی. دستاتون میاد بالا، خدایا تو رو به ناله های دختر علی عجل ولی یک الفرج. یه تشکر خیلی ویژه بازم از خادمین محترم، چه خواهرام چه برادرام، خادمین محترم و معزز امامزاده ابن الرضا شاه کرم علیه الصلاه و السلام، اجرتون با شاه کریمان عالم امام حسن، از بچه‌ها خدمه خودمون خدمه خواهرام تشکر، از راهبر از نیرو انتظامی بچه‌ها بسیج که دم در وایساده بودن زحمت می‌کشیدن تشکر، از بچه‌هایی که توی این موکبا بودن تشکر می‌کنم، به سهم خودم بی بی باید جوابتون بده. فقط یه خواهش دارم یه چند لحظه آقایون باید بشینیم، ما چون خیمه رو اینجوری کردیم خواهرامون باید برن، این درم که بسته است کسی نمیتونه بره، خواهرام فقط بی زحمت محبت کنن، اون فضای اون طرف خالیه. حالا آره خواهرو قربون ببخشید ما اینجوری داریم میگیم، ما چون مسیر برادرها اون طرف برادران باید برن، بعد با هم دیگه اذیت میشیم. التماس دعا داریم خواهرام، فقط یک اون هم همشونو کم کنن من ممنونتون میشم، یه ذره آروم لطفا. از نیرو انتظامی تشکر، بازم از مسئولین فرودگاه بابت اون یکی دو شبی که زحمت کشیدن من تشکر میکنم، از همه عزیزایی که اومدن تشکر میکنم، عزیزایی که تحمل کردین ببخشین اگر ما جسارتی بهتون کردیم معذرت، از این بچه‌هایی که پا منبرم معذرت میخوام یه وقت چیزی گفتم یا نتونستن جو که دلشون میخواد سینه بزنن، همه رو به قبله، تا خواهرام میان برن همه رو به قبله، هر جا وایستادین بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب این شفا همه مرزا دل مریض یه معذرت خواهی دختر کوچولو با مادرش اومد یه شعری به من گفت بخون من یادم رفت، یعنی ازش معذرت میخوام، انشالله بعد عمری باشه انشالله دوباره میخونم، ببخشه به بزرگیش ببخشه، با اون مادری که با بچه هاش بایستاده گفتن این شعر رو ببخش من یادم رفت، معذرت خواهی میکنم. خب میخوام دعا فرج رو بذارن خواهرای منم سریعتر، فقط محبت کنم به حرمت حضرت زهرا که آقایون اینجا معطل نشن بذارم. السلام علیکم یا